بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با شما هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه است، 13 ماه ژانویه 2016 میلادی و برابر با 23 دی ماه 1394. اجازه بدید که تشکر کنم از آقای آریانپور که با وجودی که ما اینجا دیشب یک کمی برف داشتیم، امروز خیلی مردم رو ترسوندن که برف میاد چنین و چنان، ولی ایشون بیدی نیست که به این بادها بلرزه و تشریف آوردن. ممنون و متشکر از ایشون. و اگر برنامه های قبلی رو دیده باشید، ایشون در رابطه با خاطرات خودشون نظراتشون رو میگن. همیشه گفتن که شما هم میتونید بیاین نظراتتون رو بگید یا پرسش هاتون رو مطرح کنید و ایشون در برنامه های آینده پاسخ میدن. جالب اینجاست که چند روز پیش یک ایمیلی در اینترنت دور میزد و بین دوستان رفت آمد داشت در مورد بزرگترین اشتباه محمد رضا شاه، به اصطلاح دومین پادشاه سلسله پهلوی، و این بود که اون نامه رشیدیان رو، نامه معروف رو، میگفتن این بزرگترین اشتباه بوده. همون موقع آقای آریانپور ایمیلی فرستادن که این بزرگترین اشتباه نبوده و شاه اشتباهات زیادی انجام داده. از ایشون خواهش کردم که در این موارد صحبت کنن. بعد یه ایمیلی رو قبلا برای من فرستاده بودن، من نتونسته بودم بخونم. اون جالبه که 3 تا سازمان از طرفداران آقای شاه نظر خودشون رو درباره شاه گفته بودن. اون رو هم در طی برنامه نشون میدیم و میخونیم و صحبت میکنیم. من باز هم به شما خوش آمد میگم، سال جدید رو تبریک میگم و امیدوارم که سالی بهتر باشه. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، خوشحالم که یک فرصت دیگری برای من به دست اومد که چند لحظه در خدمتتون باشم. اگر مایل باشید در مورد اشتباهات دو پادشاه پهلوی عرض کنم که چند تا از اینها به قدری مهمه که میتونست وضع ما رو در این 37 سال گذشته که به این صورت واقعاً به حالت بیچارگی و سرخوردگی و ناکامی و ناامیدی رسیدیم رخ نمی داد. اولیش در مورد رضا شاه هنگامی که جنگ شروع شد، یعنی 9 آذر 1318، همون موقع تصمیم گرفت بیطرفی خودشو حفظ کنه و به فرماندهان ارتشش دستور داد که بیاید طرحی تهیه کنیم که اگر جنگ به ایران هم کشیده شد ما در این باره اقداماتی بکنیم و خودمون رو آماده کنیم. البته در همین حد باقی موند، یعنی اون نظامیان اطراف ایشون آدمایی نبودند که برنامه ریز باشن و به فکر آینده باشن. فکر میکردن چون رضا شاه در رأسه، بنابراین یک قره خواهد زد و دشمن پا به فرار میذاره. یعنی همونجوری که خودشون میترسیدن و حساب میبردن، فکر میکردن که دنیا هم اینجوریه. دنیا هم. ولی یه سوالی، تا اینجایی که گفته بوده آقای رضا شاه که اشکالی نداره، این فکر نه خوبی بوده؟ نه، رضا شاه قبول کنیم که یه آدم استثنایی نابغه بوده، نابغه بود، فکر خوب داشت. حیف که ایشون اطرافیان خوب نداشت. اگر اطرافیان دلسوز داشتیم، چاپلوس نبودن، وضع ما این نبود. آقای آریانپور، اوائلش هم اطرافیان خوب و باسواد و متخصصی رو جمع کرد دور خودش، یعنی وزرایی که جمع کرده بود و اینها، آدمای کاردان متخصص، کاملا همینطوره. ولی ببینید اون حس ترس در
سران قوم ما در طول تاریخ بوده تا حس میکردن یه نفر ممکنه برای اینا بلایی بشه، دست به کار میشدن نابودش میکردن. نادرشاه این کار کرد، شاه عباس کرد، حتی فتلی شاه قاجار و خود آقا محمد قاجار این کار را انجام دادن نسبت به فامیل خودشون و نابودشون کردن و فکر نکردن در آینده وقتی اینا نیستن چه کسی جای خودشون رو یا اینا بودن که شما رو به اینجا رسوندن. واقعا همینه، مثلا امیر کبیر رو از بین بردن کاملا. حالا ببینیم اشتباه رضا شاه چی بود. یعنی ایشون 2 سال فرصت داشت که خودشو برای روزی که ممکنه جنگ به ایران سرایت کنه. خب اولین کارش چی بود؟ باید اعلام بی‌طرفی میکرد که کرد. اگر بی‌طرفی پس دیگه نباید بری از یک طرف یعنی آلمان پشتیبانی کنی. این چه بی‌طرفیه؟ آلمان در مقابل دنیا به پا خواسته، داره نابودشون میکنه، به سرعت همه جا رو میگیره، ولی شما باش معاملات تو انجام میدی، وسایل تو میخری و همون پولی که بهشون میدادی آلمان رو تقویت میکرد که بهتر بجنگه. خب در مقابل این ما معاهده در سال 1301 یا 1300 با روس‌ها بستیم که اگر روزی دشمنان از طریق ایران بخواهند وارد روسیه بشن و به روسیه حمله کنند، روسیه مجاز قواشو وارد ایران کنه و اونجا رو بگیره، مانع ورود اونها بشن. این جزء معاهده‌ایه که در سال 1300 که برابر با 1921 بین روس‌هایی که تازه کشور شوروی رو تشکیل داده بودن و در نقطه ضعف بود با ایران بس، ولی چون دوراندیشی داشت اینو در اون معاهده گنجوند و ما چون تجربه نداشتیم قبول کردیم. بعد و بالم حالا به هر حال رضا شاه طرفداری از آلمانش رو قطع نکرد. همین باعث شد که متفقین نقشه بکشن اینو نابود کنن. خب رضا شاه در اون لحظه میتونست و میدونست اینا دارن میان، میرفت قواشو میبرد آبادان، ریفاینری آبادان و چاهای نفت مسجد سلیمان و غیره رو در اختیار میگرفت، حکمی صادر میکرد که هر خارجی پاشو وارد ایران بخواد بکنه ما تمام پالایشگاه و چاهای نفت رو از بین خواهیم برد. و این واقعا اون شیشه عمر انگلیس بود، نفت بود که انگلیس رو برنده کرد، آلمان رو بازنده کرد. این اولین اشتباهی بود که رضا شاه کرد و بعد چوبش هم خورد. حالا برمیگردیم به پسر ایشون اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی. ایشون چندین اشتباه بزرگ کرد. وقتی متفقین اومدن کشورشو گرفتن، کوچکترین محلی به این جوان 22 ساله نذاشتن، بی احترامی بهش کردن، رفتار بد کردن. 2 سال بعد سران متفقین یعنی استالین، روزولت، چرچیل بدون اطلاع وارد ایران میشن برای اینکه یک کنفرانسی داشتن و به شاه و دولت ایران اطلاع نمیدن که ما اومدیم. 4 روز بعد از ورود اینها شاه بلند میشه، میره خدمت روزولت و چرچیل در سفارت انگلیس. فقط 2 دقیقه این 2 مرد با ایشون با پادشاه کشور ما صحبت میکنن. اینم که میره اونجا درخواستش چیه؟ میگه چون پدرم در افریقای جنوبی در جزیره بد آب و هوایی و به مزاج ایشون نمی سازه،
خواهش میکنم ترتیبی بدید که ایشون به جزیره دیگه ای برن که هواش مناسب. نمیاد بگه شما به چه مجوزی وارد ایران شدید، چرا به ایران تجاوز کردید، چرا پس پدر من چه خطایی کرده بود، تبعید کردید. اینو بهش میدم. حالا ایشون با یعنی ایشون درخواست میکنه که پدرشو به یه جای دیگه برسه. بله، با رفتن پیش روزولت و چرچیل و استالین نشان داد که ما شماها را برای تجاوز به ایران تایید میکنیم. ببینید این نقطه ضعفه. اگر ایشون اطرافیان درستی داشتن که از سیاست بویی برده بودن، نباید به ایشون اجازه میدادن که ایشون بلند چه بره به اونهایی که بیمحلی کردن. و از این سه نفر تنها استالین بود که اومد به کاخ مرمر و با ایشون ملاقات کرد، تشکر کرد که به دیدنش رفته. اون دوتا حتی این عملم انجام ندادن به پادشاه مملکت. خب ببینید این یکی از عواملی شد که نشون داد این سه ابرقدرت اهمیتی به وجود این پادشاه بیست و مهر تأیید داد دست اونا که شما و نشون داد تو انقدر سطح از دید ما پایینه که لیاقت این که ما بیایم تو رو بپذیریم یا بهت اطلاع بدیم وارد کشورت میشیم. ایشون یه اشتباه حیاتی دیگه کرد. در سال 28، در اوائل سال 28 ایشون میره بازی های اولمپیکو که در لندن بوده تماشا کنه، البته تحت این نام میره ولی هدفی نبوده. اون موقعی بوده که جبهه ملی و مصدق و بقیه ملت ایران خواهان ملی شدن نفت بودن. انگلیس ها برای که جلوی اینو بگیرن، شاهی رو که بهش اهمیت نمیدادن دعوت میکنن. حتی جورج ششم به پیشوازش میره، یعنی کسی رو که اهمیت نمیدادن بدون اجازه میرن تو خونهش، میرن تو خونهش دعوتش میکنن. اونجا سیاستمدارای انگلیس بهش میگن اعلیحضرت شما باید اختیارات بیشتری داشته باشید، تغییراتی در قانون اساسیتون بدید. چرا؟ اینها میخواستن شاه قدرتی داشته باشه که بتونه در هر لحظه اراده کنه دو مجلس و سنا و شورای ملی رو تعطیل کنه و یک گروه دیگر رو بیاره. همون موقعی بود که وکلای مجلس به فکر ملی کردن صنایع نفت بودن. انگلیس ها باهوشتر از ما بودن، تشخیص دادن که اگر این کار انجام بشه و به مجلس بره تصویب میشه، نفت ملی میشه. به پادشاه گفتن برو مجلس مؤسسان تشکیل بده و تغییر قانون اساسی رو بده که پادشاه اختیار داره هر دوی این مجالس رو در آن واحد منحل کنه. خب ایشون این اختیار رو گرفت، البته همه به شمله کردن، از جمله قوام سلطنه نامه تندی نوشت به ایشون که شما دارید زیر پا و همه چیز میزنید، این کارتون خوب نیست. ایشون هم ناراحت میشه، لقبی رو که قوام سلطنه داده بود به نام جناب اشرف از ایشون پس میگیره. ببینید مثل یه بچه عمل میکنه. من هدفم توهین به پادشاه نیست، ولی کاری رو که انجام داده دارم تکرار میکنم. خب این اتفاق افتاد. در سال 57 جناب پادشاه، شما که اختیار دارید دو مجلس رو تعطیل کنی، وقتی میری پشت تلویزیون و رادیو بیان میکنید ملت ایران من صدای انقلاب شما رو شنیدم و قول میدم که این کارا رو بکنم، اولین کاری که میتوانستی انجام بدی
و خودت در رأس مملکت باقی بمونی، پسرت باقی بمونه، ایران ما باقی بمونه. این بود دو مجلسی که ممکن بود علیه شما رأی بده، منحل میکردید، به مردم میگفتید حالا بیاید حرفتونو بزنید، نماینده های خودتونو انتخاب کنید با نظر خودتون و بیاید ایران آینده رو شما بسازید. چرا این کار رو نکرد؟ توجه میکنید چی؟ مشاور خوب نداشته. اگر ایشون این کار رو کرده بود خودش در جا میموند، پسرشم میموند، دربارشم باقی میموند، ملت ایرانم باقی میموند، گرفتار این رژیم جهنمی جمهوری اسلامی هم نمی شدیم. چند میلیونمونم در گوشه و کنار دنیا به صورت مهاجر، 1 میلیون کشته و زخمی نمی شد، چند میلیون جنگ نداشتیم، فلان نداشتیم اینها. پس ببینید دو تا اشتباه بزرگ پدر و پسر کردند و این اتفاقات برای ما رخ داد. بسیار ممنون. اینجا اگه اجازه بدید اون اظهار نظر شخصیت های طرفدار شاه رو بخونیم. استدعا میکنم جناب عالی بخونید. این رو به دوستان هم نشون بدم. اینجا البته عرض کنم کل این گفته های این اشخاص که نام بردم مدارکشم وجود داره، هر کسم بخواد در اختیارش قرار. بسیار ممنون. بله اینجا لطف کردید شما نوشتید، یه مقدارم برای من با الفابت بزرگتر نوشتید. مرسی، دیدید که من ممکن مشکل داشتم. اظهار نظر شخصیت های طرفدار شاه در مورد شاه. در زیر به چند اظهار نظر از شخصیت های معروف و دوست شاه اشاره میکنیم. ریچارد هولمز یا ریچارد هلم، رئیس اسبق CIA و سفیر اسبق آمریکا در تهران. ایشون گفته که شاه بدترین دیکتاتور هاست و چیزی بیش از یک بچه ضعیف قهرکن نیست. کانستانتین پادشاه سابق یونان، این همون بود که عکساش نشون داده بود که اومده بود بندر پهلوی و چند روز مهمان شما بود. کانستانتین پادشاه سابق یونان پس از تماس با شاه و فره در مصر گفت بعد از صحبت با شاه و شهبانو خودم را هم مثل آنها بدبخت و درمانده احساس کردم. این بعد از انقلاب دیگه. بله بله. سه، سازمان عفو بین الملل شاه را ریاکاری بزرگ توصیف کرد. هایزر در صفحه 470 کتاب خود مأموریت مخفی در تهران می نویسد فکر می کنم گناه اصلی سقوط حکومت قانون حکومت قانون اساسی فکر میکنم گناه اصلی سقوط حکومت قانون اساسی را باید به گردن شاه انداخت. او سعی کرد که صنعتی شدن به سبک قرن بیستم را با حکومت به شیوه قرن وسطایی ترکیب کند. خیلی قشنگ قرون وسطایی ترکیب کنن، این خیلی جالبه. این همون ماجرای مدرنیزه و مدرنیته است که بعضیا به اصطلاح این دو رو درست تفکیک و تجزیه نمی‌کنن و به دام مدرنیزه و اینها اینجوری میافتن. از شاه قبل از اینکه ایران را ترک کند پرسیدند چرا از طرفدارانش نمی‌خواهد که به خیابان‌ها بریزم و به نفعش دست به تظاهرات بزنم، همان گونه که در مورد ژنرال دوگل عمل شد و هوادارانش در خیابان شانزلیزه به طرفداری از او تظاهرات کردند. شاه در جواب گفت اشکال کار در اینجاست که طرفداران من الان در شانزلیزه هستند. عجب. خیلی جالبه. بله خب ببینید اینم باز بذاریم جزء اشتباهات شاه. وقتی که شما یکی از افتخاراتت اینه که اسکی بری سوئیس، تعطیلات تابستون بری جنوب فرانسه، احتمالاً اونهایی هم که دور بر شما هستن میخوان همون کار رو تقلید کنن. اگر شما میرفتید یاسوج اسکی، میرفتید آبلی اسکی، میرفتید بوشهر کنار دریا، اونها هم اونجا بودن همون و شانزلیزه نبودن. بله مارتین ولاکار، درست میگم ولاکار؟ بله.
مارتین بلاکات در روزنامه گاردین مورخ 9 ژوئیه 1979 میگه که یا مینویسه که شاه در پاسخ سؤال خبرنگاری که پرسیده بود بزرگترین اشتباه خود را در چه میداند، شاه با صدایی خفه جواب داده بود: بزرگترین اشتباه زندگی من این است که به دنیا آمدم. همین روزنامه در ادامه می نویسد: با آن که شاه شخصاً آدم شروری نیست، ولی بدترین شرارتها از او سر زده است. گرچه او را نمی توان احمق دانست، ولی اعمالش نشان می دهد که عقل و شعورش را از دست داده است. هنری کیسینجر، چهره سرشناس، بله، هنری کیسینجر صهیونیست معروف و دوست نزدیک شاه، بعد از سقوط دودمان پهلوی گفت: شاه یک آدم احمقی بیش نبود که به افکار خود اصالت میداد. راکفلر سرمایه‌دار آمریکایی گفته که شاه شریک خوبی در معامله است، بی استعداد و دست و دلباز. فرانک جیلر سردبیر ساندی تایمز گفته که چون شاه در ایران نماند، بریتانیا فقیر می شود. پس یعنی وجود شاه کمک به بریتانیا بوده، نه به مردم ایران. والری ژیسکار دستان رئیس جمهور سابق فرانسه پس از امضای یک قرارداد عظیم اقتصادی با شاه به اطرافیان خود به طور خصوصی گفت: ای کاش چند پادشاه دیگر هم مثل شاه ایران در دنیا وجود داشت که هرچه بگوییم بپذیرد و برای استفاده رساندن به ما استدلالم بکنه. بله، کمکشون هم میکرده. نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا، همان شخصی که پیش از رؤسای جمهور دیگر آمریکا شاه را مسلح کرد و بر نقش مهم شاه در پاسداری از منافع آمریکا در منطقه تاکید داشت، کم خردی و بی شعوری و خودخواهی صفات مشترک پادشاهان است. اینو گفته نیکسون: کم خردی و بی شعوری و خودخواهی صفات مشترک پادشاهان است که شاه ایران در این زمینه جدا یک نابغه است. آفرین. ادوارد هیس نخست وزیر اسبق انگلیس گفته که شاه ایران تنها استعدادش این است که جست فلاسفه را بگیرد و گندگویی کند و در فرانسه فرانسوی و در انگلیسی و در انگلیس انگلیسی تکلم کند. آقای انور سادات او را شیک پوش، متکبر و از شاه به عنوان کسی که بیشتر در خودش است یاد میکرد. و اما ملک حسین او را یک قمارباز حرفه‌ای و شرابشناس ناب معرفی کرده است. آقای کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا پس از مرگ شاه گفته: فکرش را بکن، از روزی که من برای اولین بار شاه را در سال 1977 دیدم، در عرض 3 سال چه بر سر او آمد. او از اوج قدرت به زیر افتاد، تاج و تخت و مملکتش را از دست داد و سرانجام در تبعید جان سپرد. او خیلی کارهای بد در دوران سلطنتش کرد. کارتر در پاسخ این که شاه او را عامل سقوط خودش می دانست گفت: عجیب است، امام خمینی مرا به خاطر حمایت از شاه ملامت می کند و شاه مرا باعث سقوط خودش می دانست. آقای قرباغی آخرین رئیس ستاد ارتش در پاسخ آنهایی که وی را سازشکار می پنداشتند گفت: من برای بقای شاه از هر چیز استفاده کردم و همه توان ارتش را به کار گرفتم، ولی شاه بی اراده بیشتر از این لیاقت سلطنت را نداشت. جنرال هایزر شاه را مانند یک موش مرده از ایران بیرون انداخت. شاه به هایزر گفته بود تهدید امام خمینی برای سلطنت پهلوی تنها به خاطر پایید کشیدن او از تخت طاووس نیست، بلکه او میخواهد گردن مرا ببرد. و اما عمر توریخوس رئیس جمهور اسبق پاناما که افسانه‌های زیادی در مورد شاه و شاهنشاهان در ذهن داشت، پس از استقبال از شاه در پاناما گفت: افسانه عظمت شاهنشاهی 2500 ساله ایران و زرق و برق خاندان پهلوی به دو سه نفر و چند چمدان و دو سگ خلاصه شده است. و اما و شاه آری
شاه پس از آن که تظاهرات چند میلیونی مردم را در تهران دید که همه یک صدا از خمینی حمایت می‌کردند و خواستار نابودی شاه و سلطنت بودند، مرتب در کاخ قدم می‌زد و می‌گفت مگر خمینی برای مردم چه کرده است؟ صفحه 389 خدمتگزار تخت طاووس. بله، اجازه بدید من اینجا یه چیزی بگم، چون اسم ملک حسین آمده بود، خیلی از سلطنت طلبها ملک حسین رو مثل کارتر دشمن حکومت میدونن و خیلی جای تأسفه که گوش نمیدن به صحبتایی که ملک حسین زمانی که قبل از انقلاب آمد ایران و با شاه رفته بود در رامسر و اینها شنا کرده بود و باهاش چند روزی مونده بود و بهش گفته بود که حتی اینو برادر صدا میکرده، آقای شاه رو برادر خودش صدا میکرده. این رو آقای احمد علی مسعود انصاری بارها گفته. بهش میگه که بیا بریم توی بازار توی خیابون با مردم صحبت کنیم و شاه گوش نمیده. ملک حسین با قهر ایران رو ترک میکنه، دلخور بوده از اینکه شاه صحبت این رو به اصطلاح توجه نمیکنه. حالا دوستان میگن چرا وقتی شاه در به در شد ملک حسین ایشون رو قبول نکرد، با وجودی که شاه به کشور اردن خیلی کمک میکرده. ببینید از بس ضد و نقیض حرف میزنن. اولا مگر شماها نمیگید فقط این شیخهای بی صلاحیت هستن که به کشورهای دیگه کمک میکنن؟ پس چجوری خودتون میگید که شاه به کشور اردن و دیگران کمک کرده و چرا اونها قبولش نکردن؟ این یکی از ضد و نقیض است. دوم این که وقتی یه نفر میاد، وقتی شما توی یک معضلی گیر کردید بهتون میگه برادر من این کارو انجام بده و شما انجام نمیدی، ازت قهر میکنه میره، یعنی چی؟ یعنی دیگه شما احتیاج به دوستی مثل من نداری، شما نه حرف منو گوش میدی نه نصیحت منو گوش میدی، پس تو برو دنبال کار خودت، منم دنبال کار خودم. ممنونم دوستان. هر کسی این مقالات رو میخواد، همه مستند حاصل سالها زحمت آقای آریانپور هست و من اتفاقا اون روز با آقای ماسالی وقتی صحبت میکردم، آقای آریانپور لطف کردن بیننده برنامه بودن تماس گرفتن، با آقای ماسالی گفتم آقای ماسالی این چیزایی که شما میگید دوستان دیگه میگن سالهای سال هست که آقای آریانپور اینها رو نوشتن گفتن، همیشه هم گفتن اصلا برای من مهم نیست که شما اگر اینو استفاده کنید بگید من نوشتم، بگید من تحقیق کردم یا نگید، ولی اقلا برید بخونید و برید استفاده کنید. حالا امیدوارم دوستان این کار رو انجام بدن. بفرمایید نوشته ها طبق معمول خیلی مرتب ردیف ایجون گذاشته توی این مموری کارت های فلش آوردن، من اینا رو وقتی میارن معمولا ضبط میکنم روی سیستممون که هر کدام از شما اینا رو میخواین هم من بتونم در اختیارتون بذارم، هم خود آقای آریانپور تا حالا هر کسی که گفته من این نامه رو میخوام یا این مدرک رو میخوام ایشون این کار رو کرده. من به نوبه خودم از شما ممنونم که واقعا اون وظیفه ای رو که اینو میشه بگیم خدمت حقیقتاً، چون این وظیفه شما نیست، شما پولی بابتش نگرفتید، شغلی ندارید، این اینجاست که خدمت با وظیفه معلوم میشه. این خدمتی رو که شما انجام دادید من به عنوان ایرانی از شما ممنون و متشکرم. وظیفم سعی میکنم راه حلی برای آینده ایران خودمون فکر کنیم، راه حلی پیدا کنیم. خیلی کارها میشه کرد، از حالا ما باید فکر کنیم، تحقیق کنیم، برنامه ریزی کنیم، به اطلاع ملت برسونیم. فایده نداره من اینها رو تو جیبم بذارم، روزی که به ایران برگشتم بگم خب بفرمایید مثل این اجرا کنید، کافی نیست. ملت باید آگاه باشه. اگر در زمان شاه ملت میدونست که ایشون چه برنامه های خوبی در سر داره، وارد میکردن مردمو که شما هم بیاید کمک کنیم، به کمک شما این برنامه ها رو زودتر و بهتر انجام بدیم. ولی چون نگه می داشتن بین خودشون و ملت رو بهش اهمیت نمی دادن، فکر می کردن این ملت قابل این نیست که ببینه ما چه زحماتی داریم می کشیم، خب ملت هم
برابر یا چه برنامه‌هایی داریم و مایلیم اینها شرکت کنن، فکر میکردن که ملت چون نمیفهمن ما لازم هم نداریم اینها شرکت خب کنن. ملت که نمیفهمه همین نتیجه شه که 37 سال داریم میکشیم. از ملت نفهم چه انتظاری دارید؟ اگر نفهمن ما مقصریم، یعنی مسئولین کشور مقصرن. آقا شما این حرفی رو که من بارها گفتم دوستانی که میگید مردم ایران نفهمن، من میگم خب 57 سال دو تا پادشاه خدمت کردن. اگه من حالا من دبیر بودم، بگیم دبیر نبودم، معلم مدرسه کلاس اول بودم، اگه شما بچه تو یک سال بفرست 9 ماه بفرستی مدرسه، بعدن ببینی که این هیچ یاد نگرفته. شما اگه بچه تو بزنی اشتباه کردی، ولی اگه بیای بگی بابا این سربی معلم خوبی نبود، این مدرسه معلم خوبی نبود، اینها بلد نبودن اینو پرورش بدن، اون موقع درسته، اون موقع میبریش یه مدرسه بهتر. و الا شما بچه رو بزنی بگی نفهمه، بگی شعور نداره، که فایده نداره. ولی متاسفانه تو گوش دوستان طرفدار پهلوی این نمیره که یک بار برای همیشه بگن شاه و پدرش اشتباه کرد، 57 سال وقت رو به جای آموزشی که شما چقدر قشنگ تو چقدر دوستان درباره این صحبت کردن که 2 سال از عمر سربازا رو اگر به جای اینکه هی با رژه و با خدمات بی خود و گماشتگی و نمیدونم بیگاری، یه چیزی هم داشتیم بیگاری، اگه اینها رو آموزش داده بودیم یه مملکت با سواد که جوونش اقلا سواد داشت. در صورت اشتباهات زیاد بوده. شما درباره این صحبت کردید که آینده سازی کشور ما و برنامه ها، ضمناً یه جایی نوشتید که باورهای ما، ولی توی پرانتز و گیومه گذاشتید یاران انگوش شما. این روی مقداری لطف کنید اگر باز ممکنه باز بره. کنید یکی از این هاست باورهای باورها و اعتقادات ما. بله بله، من استدعا میکنم جناب عالی اینو بخونید. من بخونم چشم. ضمناً هموطنان عزیز خواهش میکنم به این مطالب که واقعاً روش زحمت کشیدیم، من به تنهایی نبودم، عده زیادی بالغ بر 20 سال اینها رو ما بالا و پایین کردیم، از نوشته های دیگران استفاده کردیم، چیزهای خوب اینها رو گرفتیم، کنار هم قرار دادیم و یک طرحی خدمتتون ارائه میکنیم. نمیگم این 100% کامله، بیایید شما تکمیلش کنید به جای اینکه نخونده ایراد بگیرید. هدف من این نیست که من بیام پرچمدار شما بشم. روز روزش که جوان بودم چنین آرزوهایی نداشتم، چه برسه الان بر سن 86 سالگی. این برای ملت ایرانه، برای فرزندان شماست. خواهش میکنم توجه کنید. بسیار. اگرم اصلشو میخواید تقدیمتون میکنم. بسیار ممنونم. من اینو با اجازهتون میخونم، دوستان هم میبینن الان روی صفحه تلویزیونهاشون یا کامپیوترها. باورها، اعتقادات و خواسته های ما. حکومت ایران جمهوری مبتنی بر پارلمانی و بر اساس تفکیک قوای چهارگانه و تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و انتخابی بودن سران کشور و دولت بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت می باشد. جمهوری پارلمانی ایران بر مبنای قانون اساسی واحد که خطوط و وظایف اساسی قوای مجریه، مقننه و قضاییه را مشخص می کند ادامه می گردد. لکن حق خودمختاری اقوام را از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به رسمیت شناخته و تضمین می نماید. جمهوری ایران شما گفتید چهارگانه، ولی اینجا 3 تا بود. بله، روزنامه ها، تلویزیون و رادیو، مثل آمریکا که اصل هم. بله، جمهوری ایران حکومتی است بر پایه اصول زیر: 1. حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره‌گیری از دستاوردهای دانش در جوامع بشری. 2. رعایت آزادی،
برابری و سایر حقوق اساسی بشر از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی. 3. تضمین حق حیات و امنیت شخصی و مسئولیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل و حریم خصوصی اشخاص از تعرض. من هم اینجا یه استراحت کوتاهی بگیریم برای این چیزها رو. الان آقایانی مثل دکتر کوروش عرفانی، آقای بیژن افتخاری، اینها میان به مردم میگن با شور و هیجان توی تلویزیون ها با 30,000 دلار 40,000 دلار در ماه مخارج، و این رو میخوان به خورد مردم بدن که اینها رو دیروز کشف کردن و امروز هم به رشته تحریر درآوردن. و اینا چیزایی که شما اینا رو کی گفتید، کی نوشتید با دوستانتون؟ باور کنید 1984، یعنی چند سال پیش؟ 30 سال پیش. بیشتر، 36 سال پیش میشه تقریبا. بله، ممنونم. 4. نفی هر گونه رفتار یا کیفر ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه. 5. برخورداری غیر تبعیض آمیز زن و مرد از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعیین وظایف برای آنان بر اساس عدالت با رعایت حق برخورداری کودکان و مادران از کمک و حمایت ویژه. 6. رعایت و تضمین تفکیک و استقلال کامل قوا با رعایت اصل حاکمیت رأی مردم. 7. تضمین مشارکت تمام مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش و اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی از راه انتخابات مستقیم و بلاواسطه توسط مردم. 8. برخورداری کلیه گروه ها، آیین ها و اقوام و عشایر اقصانقات میهن از حقوق مساوی. 9. تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت، رفاه مطلوب و شایسته انسان از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات اجتماعی و تحصیل رایگان، کاریابی. 10. تضمین استقلال و امنیت اقتصادی و سیاسی کشور ضمن داشتن تعامل با سایر کشورها 11. احترام به سایر ملل و برقراری روابط صلح‌آمیز با کشورهای جهان. 12. همکاری با نهادهای بین المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرایط زیستی در جهان. و اینجا دو تا به اصطلاح نوت گذاشتید، یکی آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی نباید به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی نباید به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. و اما این ستارهایی که میذاریم توی فارسی چی میگن؟ اینها جزو همون آیتم دوازده است. بله. نه میخوام بگم یعنی بهش چی میگیم وقتی میخوام بگیم، وقتا میگفتیم الف ب ج د اینجوری مینوشتن. بله. یعنی بخشهایی از اون هست. بله. مردم ایران از هر گروه، آیین، قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی و حق مشارکت مستقیم در اداره اموری کل کشور و امور منطقه خیش برخوردارند و اعتقادات، رنگ، نژاد، زبان و جنس سبب امتیاز نخواهد بود. حقوق اساسی مانند آزادی بیان، حق امنیت شخصی، حریم و شیوه خصوصی زندگی اشخاص، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مانند آن را نباید از هیچ یک از افراد
یا اقلیت ها به استناد نظر اکثریت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرار داد. قوه مقننه، قضاییه و مجریه باید موظف شوند نسبت به اصلاح کلیه قوانین مغایر با حقوق بشر سریعا اقدام لازم را به عمل آورند و در تدوین و تصویب قوانین و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمایند، با توجه به ستم مضاعف تاریخی به زنان، زدودن تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان از جمله در حقوق مدنی، در زمینه ازدواج و طلاق، ارث، مسائل تابعیت و مانند آن و در حقوق کیفری، در زمینه مجازات ها، شهادت و مانند آنها از اولویت ویژه برخوردار است. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به دلیل داشتن یا ابراز عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سیاست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود آزادند. داشتن یا نداشتن حجاب یا سایر نشانه های مذهبی و غیر آن آزاد است. راه اندازی نشریات و مطبوعات و سایر رسانه های گروهی آزاد است. این رسانه ها در بیان کلیه مطالب در صورت رعایت حقوق اشخاص آزاد هستند. بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، تجسس و افشای هر نوع مخابرات و پیام، اهم از معمولی یا الکترونیکی، سانسور، عدم مخابره و ترساندن آنها، استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع و مستوجب کیفر است، مگر به حکم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح. که این تا یه مدت قبل تو آمریکا بود ولی دیگه الان متاسفانه نیست. تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های سیاسی و صنفی آزاد است. تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح آزاد و حق افراد است. اعتصاب یکی از ابزارهای احقاق حق است. شرایط آن را قانون تعیین می‌کند. اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هیچ عملی جرم نیست مگر در قوانین کیفری به آن تصریح شده باشد. اعدام به هر صورت و تحت هر شرایط و به هر شکل، اعم از تیرباران، حلق‌آویز کردن، سنگسار و دیگر اشکال متصور، کلن ممنوع است. هیچ کس نمیتواند اعمال حق خیش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. این رو من متوجه نمیشم. یعنی هیچ کس نمیتواند برای به دست آوردن حق و حقوق خودش نمیتونه به دیگران تجاوز بکنه و ظلم کنه. بله. تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند. ساختار اقتصاد کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. دولت نباید حق انحصار فعالیت‌های اقتصادی را به انحصار خود درآورد. دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای ملی است. سازمان اداره امور آن در تهران و مراکز و استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد. ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعی خیش است. هیچ کس نمیتواند این حق را از ملت سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. قوای حاکم در ایران عبارت هستند از قوه مقننه قانونگذاری، قوه مجریه اجرایی و قوه قضاییه عدالت و قوه رسانه‌های عمومی. بله این بود. روزنامه‌ها، مجلات، رادیو و تلویزیون‌ها که به طور مستقل از یکدیگر هستند، اعمال
اعمال قوای چهارگانه بر طبق اصول آینده این قانون مورد نظارت قرار میگیرد. و اگر ما چه در دوره شاه چه امروز در دوره شیخ ما یک فری پرس داشتیم که میتونستن ایرادا رو بگیرن، اون وقت اینجوری نمیشد که وزیر نفت دولت جمهوری اسلامی میاد میگه که این آقا میاد میگن این آقای خوبیه یه چیزی بهش بدین، یه شرکت رو بهش میدن، اون یکی میگه اینجوریه یه چیز رو میدن. ببینیم همون ماجرایی که در دوره شاه بوده 1000 خانواده الان شده 10000 خانواده، یا بالاخره خودی و ناخودی همیشه تو مملکت بوده و هست و خواهد بود. بعد امیدواریم نباشه. بعد برای مشارکت مردم در پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل به طور مستقیم انتخاب می‌کنند، بجز نیروهای انتظامی که وفق قوانین تشکیل می‌شوند و تضمین امنیت جامعه و انجام وظایف ضابط قضایی را بر عهده دارند. ارتش ایران تنها نیروی نظامی کشور خواهد بود. ارتش ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارد. قوه قضایی قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی خواهد بود. رئیس جمهور مظهر کشور و وحدت تمام مردم ایران است. عنوان رسمی او رئیس جمهور ایران و مقام وی فقط تشریفاتی و از اراده مردم که حاکمیت را در دست دارند ناشی می‌گردد. صحبت از رئیس جمهور شد. دیشب اینجا رئیس جمهورمون آمد و صحبت کرد. شما دیدید صحبت‌های آقای اوباما رو تقریبا یک ساعت. کاملاً. نظرتون چیه؟ خیلی پرشور و هیجان بود. ایشون در یه سال بلکه دو سال گذشته خیلی بهش بی احترامی شد. جمهوری خواهان واقعا چیزی در توهین و نسبت دادن به ایشون کم نذاشتن. آنچه میتونستن بگن و از دید من متاسفانه به علت نژاد پرستیه. اگر چون ایشون سیاه هستن یا واقعا وقتی شما قبلا به آقای بینر نگاه می کردید که پشت سر ایشون نشسته. آره اون اصلا دیگه خیلی پیدا بود. عقده و ناراحتی در صورت و چشمهای ایشون داشت منفجر می شد. یعنی اگر آدم نامرئی بود همون آن آقای اوباما رو کشته بود. متاسفانه این جوونکیم که تازگی گذاشتنش رهبر جمهوری خواهان همون حالت رو داشت. نگاه کردید فقط در یک مورد ایشون دست زد و اون مربوط به ارتش بود که دست زد. در هیچ موردی، در صورت که حرفای آقای اوباما بیشترش به خاطر وطن بود، به خاطر امریکا بود، نه به خاطر حزب دموکرات. متاسفم که اینطوره. خانم ها آقایون ببینید این نوشته ایه که بررسی شده است. حتما خیلی ها خواهند گفت همونطور که تا حالا گفتن که آقا تو که وکالت نخوندی، قانون نمیدونی چیه فلانه. اینا فکر میکنند دو یا سه سال رفتن یه دانشکده در ایران رشته ای رو به نام حقوق خوندن، بنابراین ایشون فارغ التحصیلن و اینها کسانی هن که باید بیان. در صورتی که با پیشرفت هایی که در فرهنگ و علم و دانش به وجود اومده از طریق اینترنت، از طریق رادیو، از طریق کتاب و و غیره، هر کسی لازم نیست دانشگاه بره، هر کسی میتونه کتاب بخونه، اطلاعات جمع بکنه بشه. همین الان تعداد زیادی دانشگاه مکاتباتی به وجود اومده. شما مطلقاً سر کلاس نمیرید، معلم رو نمیبینید، از طریق کامپیوترتون با او در تماسید و چیز یاد میگیرید.
حالا چطور بعضی ها فکر میکنن با 2-3 سال رفتم توی یک دانشگاهی اینا حقوقدان شدن، در صورتی که اینها اگر بیان در اینجا حتی به دربونی در اتاق ها نمیگمارن تا کارآموزی زیر دست یک کارشناس و کسانی که تجربه کاری دارن انجام نداده باشه. خب آقایونی که 40-50 سال پیش رشته رو طی کردید چه فرقی با من دارید که اون رشته رو طی نکردم؟ چی به یاد دارید؟ تازه قوانینی که شما خوندید با قوانینی که امروز در دنیا جاریه فرق نمیخونه، اصلا نداره. به هر حال ببینید این نوشته یه چیزیه که پیشنهاده، بیایید تکمیلش کنید، اصلاحش کنید، بالا و پایینش کنید، به نام خودتون بیایید اینو به دیگرانم پاس بدیم، بذاریم اونا بفهمن مشکلات ما از کجا ناشی میشه. وقتی روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون نمیتونه اون چیزی که حقیقته بیان کنه، ما چگونه انتظار داریم که این کمک کنه به آگاهی دادن به ملت ایران؟ بسیار ممنونم. من وقتی نداریم الان، میخواستم درباره پیشنهادهایی که شما در هنگام اقامتتون در آمریکا برای رفع مشکلات جهانی به مقامات مختلف ارائه کردید و پاسخهایی هم از اونها گرفتید در این مورد صحبت کنیم، ولی اگه اجازه بدید این رو واگذار کنیم به جلسه آینده، چون من باید با آقای دکتر افشارها هم از کانادا صحبت کنم، یا خیلی خلاصه در این مورد صحبت کنیم. ما الان 10 دقیقه وقت داریم. بله، همین کارش میکنم. پس شما برید روی یکی از اونها، نامه های خارجی اینها خودش نوشته هم. ارتش آینده، اشتباهات، موانع، توضیحاتی درباره ویدیوها و عکس‌ها، تاریخچه این مختصر. اینجا آهان، بله. یکیشو انتخاب کنید، مال اسرائیل رو انتخاب کنید. خودمش هست، خودش میبینید. United Nations، نامه به سازمان ملل، Embassy of Israel، اون بالا، بله، سوم. اوکی، خب بله، اجازه بدید من این رو هم به دوستان نشون بدم روی همون صفحه. بله. هست. اصل نامش هم اینجاست، یعنی فکر نکنید که بله، این نامه رو شما تاریخش اینجا کیه؟ بذارید ببینم زیرش شاد باشه. نه متاسفان تاریخی نداره. به هر حال این بله. 2004 هنگامیه که مشکلاتی بین اسرائیل و فلسطینی ها وجود داشت، من روی بررسی که در تاریخ فلسطین و تاریخ اسرائیل کردم، یک گزارش 7 صفحه‌ای برای سازمان ملل نوشتم که الان هست، جز به این نامه هاست و اونها هم خوندن، جواب دادن، پیشنهادات دادم که میشه به آسونی مشکل اسرائیل و فلسطین رو حل کرد. وقت چون نیست بیان نمی کنم اینها رو در برنامه آینده، دفعه یا دوستان اگه خواستی. در نتیجه سفارت اسرائیل این نامه رو به من نوشته که من از طرف سفیر اسرائیل، البته به زبان انگلیسی، نامه شما رو ایشون خوندن و خوشحالن که در این دنیایی که الان اوضاع اینقدر ناجوره یک کسی پیدا میشه با این دقت در مورد مشکلات ما صحبت میکنه و راه حل نشون میده. مطمئن باشید که ما این نامه رو به اطلاع مقامات اسرائیلی خواهیم رساند. این اینو من به سازمان ملل نوشتم، اونها هم جواب دادن و راه حل منو بررسی کردن، مثل اینکه قابل اجراست و این دو قومی که هر دو برمیگردن به هزارون سال قبل خواهند توانست در جوار هم زندگی کنن و مشکلاتشون حل بشه. البته در مورد اورشلیم یا جرزلیم یه پیشنهاد داده بودم، ما یه واتیکان در روم داریم، چرا یک واتیکان هم در
منطقه فلسطین یا اسرائیل داشته باشیم. اینجا نداشته باشیم یا داشته باشیم؟ داشته باشیم. و اون اینه که در اونجا سه دین در کنار همان اسلام، مسیحیت و یهودیت، هر سال یکی از اینها مسئول یا میر این شهر باشه، اوپن برای تمام دنیا باشه، همه بتونن وارد اونجا بشن. امسال یه یهودی، سال بعد یک مسلمون، سال بعد فلان، این ستا در جوار هم باشن، جنگ و دعوا تموم میشه. البته طرق دیگه توی اون پیشنهادم که مفصله داده شده. منظور من از نوشتن این نامه، ببینید من بالغ بر 37 سال اینجام، قبل از اونم چندین سال تحصیل کردم و روی هم میبینم که 41 سال از عمر من در این مملکت، اونم عمر بالغ من، یعنی از وقتی که فرض کنید از 20 سالگی خودم رو میشناختم، پس بنابراین من بیشتر از سالهای عمرم در امریکا بودم. یا و بنابراین برای این که نشون بدم که من به این مملکت همونقدر اهمیت میدم که به مملکت خودم، کلن به دنیا، وقتی که به دنیا اهمیت بدید اینجوره بدم. بنابراین من نه تنها اینو نوشتم، من چندین نامه دیگه به آقای بوش نوشتم در مورد اتفاقاتی که در جهان رخ میده، مخصوصا در مورد آدمکشی هایی که به وسیله هفتیر مسلسل و در اینجا رخ میده. براشون نوشتم که شما میتونید این موضوع رو با آسونی حل کنید و یک منبع درآمدی برای دولتتون به وجود بیارید. خیلی پیشنهاد من آسون بود، اینو با اجازتون شرح میدم. نوشتم که ماشین وقتی اختراع شد، برای این اختراع نشد که آدم بکشه، ولی برای کنترل ماشین میبینیم سازمانهای مختلفی داریم که دی ام و، یعنی دیپارتمنت موتور وهیکل، مسئول اینه که شما سالی یک بار ماشین تو ببری اونجا، نمره شد کنترل کنن، معاینه کنن، معاینه بکنن، از لحاظ سوخت حتی بیمه بکنی. بیمه بکنی، ضمن این که اگر خلافی در خیابون مرتکب میشی بهت نمره منفی میدن و اینها همه به حسابت میاد. خب اگر ما بیم یه سازمان درست کنیم به جای Department of Vehicle Control بگیم Gun Department of Gun Control DGC، این منبع برای اینه که منی که اسلحه دارم سالی یه بار موظفم هفتیرم و توفنگم و غیره رو ببرم به این سازمان نشون بدم. این یه خاصیت داره، وقتی من یه اسلحه میخرم اینا تیراندازی میکنن، علائمی که روی گلوله باقی میمونه در دستاشون ضبط میکنن. اگر یه روزی این گلوله یک نفر رو کشت، با دیدن اینکه این متعلق به چیه، مثل اثر انگشت که میتونن تشخیص بتونن بکنن. کسی که تفنگ میخرد، اسلحه میخره، باید بیمه کنه خودشو که اگر اتفاقی افتاد بتونه قرامت. بنابراین شما در اون سالی که من این نامه رو نوشتم، مربوط به 20 سال قبله، اون موقع 220 میلیون سلاح در دست ملت امریکا بود، یعنی تمام اسلحه هایی که در دست ارتش های جهان جمع می کردید تعدادش به 220 میلیون نمی رسید. الان متاسفانه این 220 به 330 میلیون رسیده، توجه کنید، و مسلسل دارن، اوتوماتیک دارن، چیزای خطرناک دارن، فلان باشه. شما فقط 330 میلیون بابت هر رجیستریشن سالیانه 10 دلار بگیرید، 3.3 میلیارد دلار. ضمناً وقتی اینو بیمه کنن حساب خود اون شغل ایجاد میشه، بنابراین کلی به اقتصاد کشور کمک نمی کنه. هیچ هم مانع این نشده که
متمم قانون اساسی امریکا شماره 2ش میگه همه میتونن اسلحه داشته باشن. من نمیگم نداشته باشن. باشن، همه داشته باشن. اتفاقا این برنامه که الان آقای اوباما خیلی میخواست چیز کنه، خیلی هم مخالفت شد، یه نوعی همینجوری هست که میگه اون ثبت نام اسلحه و اینها رو یک کمی بیشتر دقت کنیم، راه گریز و قاچاق و فروختن غیرقانونیش رو کنترل کنیم. یه جورایی شاید نامه شما افتاده دستش. نه، دادم بهش. بله. و جواب دارم. بله. جواب خب اینا رو در برنامه های آینده بنابراین. بله. ممنونم دوستان، منتظر باشید. من با آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا از طریق اسکایپ مصاحبه میکنیم درباره صحبتهایی که در برنامه قبلی شد. از آقای آریانپور بسیار ممنون و متشکرم. از شماها ممنونم که تا یکی دو هفته ایشون نمیاد هی به من میگید چرا، کجا هستن، چی شد، و امیدوارم که خودتونم تماس بگیرید و ازشون قدردانی کنید. من از شما بسیار ممنون و متشکرم، با امید دیدنتون در برنامه‌های آینده. پس با ما باشید تا چند دقیقه. بینندگان عزیز بخیر، خوش و امیدوار و سلامت باشید. ممنون از شما. پس با ما باشید دوستان.
خب بینندگان عزیز، سلام مجدد خدمت شما و خیلی خوشحالم که بعد از آقای تیمسار آریانپور استاد نازنینی رو داریم، آقای دکتر افشارها. ایشون قبلا هم مهمان ما بودن و من از این لحاظ خیلی خوشحالم و ممنونم از ایشون که هر وقت ما سوالی داریم یا اشکالی داریم ایشون لطف میکنن تماس میگیرن و در این مورد توضیح میدن. من در برنامه قبل و تا حالا چندین بار این رو گفتم، وقتی اسمی از شاعرها میاد یا شاعران میاد و اینها، این شعر و شاعری رو من به شعور و معرفت وصل میکنم. آقای افشارها میگن اصلا این کلمه هیچ ربطی با هم ندارن، چون ایشون از لحاظ زبان فارسی و عربی هم خیلی وارد هستن. من ساکت میشم و از جانم صداتون میشنوم. بله من چندین بار آقای افشارها صدای اون رو ببندید شما، یا اصلا اون رو خاموش کنید که کنترل چیتون بهتر بشه. شاعری رو من به شعور و معرفت بستم. آقای افشارها این برنامه رو باید ببندید. آقای افشارها اون مردم تیوی رو باید ببندید شما. صدای من میشنوید آقای افشارها؟ نه متاسفانه ایشون تلویزیون مردم رو گرفته و با تأخیر دارن صدای ما رو میشنوند. آقای افشارها من یادم رفت به شما بگم که برنامه های دیگر رو خاموش کنید، فقط اسکایپ رو. جانم بفرمایید. آقای افشارها آقا بنده صدای شما ندارم. نه ببینید شما باید صدای تلویزیون یا اینترنت، من بستم صدا رو. نه الان من صدای اونجا رو میشنیدم، اونو اصلا باید ببندید چون این تأخیر شما رو به اشتباه میندازه. بله ایشون متاسفانه فکر کردن که ارتباطمون قطع شده. من اشکال از منه، چون وقتی که ساعت 1 با ایشون تماس گرفتم باید به ایشون میگفتم که بله هستم. آقای افشارها شما اگه هستید ما صداتون رو میشنویم، بفرمایید. آقای سوربی من آقای افشارها شما تمام برنامه های دیگر تو که رو کامپیوتر خاموش کنید، فقط اسکایپ روشن باشه. نه متاسفانه این بله بذارید من از ایشون خداحافظی کنم، شاید حالا اون رو ببینن یا اینجا صحبت کنیم. این متاسفانه این اشکال هست و باور کنید خود من با وجودی که سالهای سال در رادیو تلویزیون های مختلف کار کردم و بعضی وقتا حتی به دوستان یه مقداری با حالت تمسخر میگیم بابا هنوز یاد نگرفتیم، خودم وقتی میخوام زنگ بزنم به یک کسی این اشکال پیش میاد. در صورت اشتباه از من بوده، من باید با آقای افشارها میگفتم به دو دلیل. یکی این که کنترل و به اصطلاح قدرت اینترنت زیادتر بشه باید. نه آقای افشارها تا زمانی که شما تلویزیون مردم رو گوش بدی ما نمیتونیم با شما صحبت کنیم، چون تأخیر باعث اشکال میشه. شما باید بله مثل که حالا باز خاموش کردن نمیدونم. خلاصه اینم یه ماجرایه. مایل بودی از دوستان بپرس آیا بله آقای افشارها حالا دیگه اینترنت اذیت اسکایپ اذیت میکنه. آقای افشارها آقای افشارها آقای افشارها صدا من رو میشنوید؟ نه من متاسفانه اجازه بدید که این رو به یه وقت دیگه واگذار کنم تا من براشون توضیح بدم. من متوجه میشم چیه. ایشون صدای تلویزیون رو میبنده، اون وقت صدای ما رو هم نمیشنوند، به جایی که اون برنامه رو ببندن. یعنی تلویزیون مردم رو که داشتن آقای آریانپور رو نگاه میکردن، ایشون خیلی هم تعریف کرد از آقای آریانپور و تشکر کرد، باید اون رو ببندید. ولی شما صدا رو که میبندید اون وقت صدای من رو نمیشنوید. من متاسفم، این رو من باید به شما میگفتم. اینو میذاریم یه وقت دیگه، شاید جمعه با هم صحبت کنیم. و من از آقای افشارها دیروز تقاضا کردم که اصلا به صورت هفتگی یه برنامه رو بذارن، ربع ساعت، نیم ساعت، یه ساعت، درباره چیزهای مختلفی که
به فکرشون میاد، چون ایشون یه آکادمی دارن و سالهای سال معلم بودن، استاد بودن. این کلمه معلم متاسفانه تو فرهنگ ما به جای این که یه ارزش بزرگ و والایی داشته باشه، تا به یه کسی میگیم معلم، یاد معلم کلاس اول میفته و میگه خب معلم کلاس اول بوده. میگیم دبیر یه کمی میره بالاتر، میگیم استاد دانشگاه یه کمی میره بالاتر. ولی اگه درست فکر کنیم، معلم کلاس اول بیشتر برای من و شما زحمت کشید، من و شمایی که هیچی نمیفهمیدیم، یا استاد دانشگاه؟ استاد دانشگاه که ما 12 سال رفته بودیم، همه کلاس ها و مدرسه ها و اینها رو پشت سر گذاشته بودیم، یاد گرفته بودیم چجوری درس بخونیم، چجوری مشق بنویسیم، چجوری یادداشت برداریم. حقیقتا کار ساده ای بود و این بود که یه دفعه شما از دانش آموز تبدیل می شدی به دانشجو. یعنی استاد دانشگاه وظیفه آنچنانی نداشت، می اومد برای شما توضیح می داد، شما رو ول می کرد در این دشت دانش، می گفت حالا برو دانش بجو. در جستن دانش اگر اشکالی داشتی، بله بنده استاد دانشگاه هستم، اینم دفترم هست، تشریف بیار اونجا و سوال کن. متاسفم که برنامه اینجوری شد، ولی میگم هم اشتباه از من بوده و همین که الان آقای وقتی من یک با ایشون زنگ زدم که به اصطلاح کنترل کنیم، چون تلویزیون ایشون روشن نبود یا کامپیوترشون روشن نبود روی مردم تیوی، این اشکال پیش نیومد، منم نتونستم اون موقع بگم. در هر صورت امروز 13 ژانویه 2016 است، برابر با 23 دی ماه 1394. در قسمت اول با آقای آریانپور بودیم. اگر این چیزایی رو که آقای آریانپور در برنامه صحبت کردن خواستید داشته باشید، ایشون میتونه براتون بفرسته. روی فیسبوک هستن، روی ایمیل آدرس دارن، میتونید تماس بگیرید، با خودشون مستقیما در تماس باشید. من به نوبه خودم از ایشون ممنونم که به اصطلاح تونستن این رو انجام بدن و خیلی ممنون. آقای افشارا، آقای مصطفی زاده میگن بسیار خرسندم که باز هم صدای جناب افشارها را در برنامه شما میشنوم و ارادتمند مصطفی زاده. حالا من بسیار متاسفم که امکان به اصطلاح این ارتباط برقرار شدن از بین رفت، تا حالا بتونم بعد از برنامه باهاشون تماس بگیرم ببینم یا فردا یا جمعه. ضمناً جمعه یه مهمانی دارم که در رابطه با انتخابات ایران صحبت میکنن، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک که میشه 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، 12 ظهر کالیفرنیا، 3 بعد از ظهر وقت ایران. و اما بریم ببینیم برای شما چی تهیه دیدیم. میدونید که دیروز 10 نفر آمریکایی که در خلیج فارس بودن با این چیزای مختلف، من نمیدونم چرا این یکی آمد، آهان 4 رو برداشتیم، ببخشید به خاطر همین اینجوری آمد، اینم 4. بله 10 نفر از این افراد نیرو دریایی که من درجاتشون رو نمیدونم چی بوده و مهمم نیست، به اصطلاح دستگیر شدن توسط دولت ایران یا توسط نیرو دریایی ایران. نوشته که انتشار بخش دوم تصاویر دستگیری تفنگداران دریایی آمریکا، و آمریکا گفت که اینها به خاطر اینکه توی سیستمشون اشکالی ایجاد شده، اشتباهی رفتن توی آبهای ایران. یعنی خود آمریکا هم اقرار کرد که اینها اشتباهی رفتن توی آبهای ایران و آقای جان کری هم از ایران خواست که اینها رو آزاد کنه. خداییش بهتون بگم، گاهی وقتا این آمریکا دیگه اینقدر چیز شده که فکر میکنه هر جا دلش خواست باید بره، هر کاری دلش خواست باید انجام بده و هیچ کس هم نباید چیزی بهش بگه. من نمیخوام بگم این کاری که دولت ایران کرده درسته، ولی گاهی وقتی اگر این به اصطلاح اتفاقات نیفته، باور کنید این سوپر پاورها
آمریکا، اسرائیل، اینها اسرائیل ببخشید گفتم روسیه انقدر خلافکاری میکنن در دنیا در روابط بین الملل و اینها که دیگه کنترلش از دست همه بیرون میره. در هر صورت اینها رو گرفتن، الحمدلله درگیری مسلحانه ای نبوده، شلیکی نشده، ولی میبینید که چه سلاحایی روی اون قایق یا روی اون کشتی بوده. من نمیدونم چه موقعی قایق قایقه، چه موقعی قایق وقتی بزرگ شد میشه کشتی. در هر صورت اینها رو گرفتن و طبق معمول نمایش هم ایران آورده و اسلحه ها رو گذاشته و اینها. دوستانی هم که اهل شوخی هستن و طنز و طنازن گفتن حتما این آمریکایی ها هم الان کت شلوار جدید گیرشون میاد، ماجراهای اون دریادارای به اصطلاح انگلیسی که ایران با کت شلوار جدید فرستادشون و الی آخر. این عکسایی هست که از این 10 نفر گرفتن، ولی تا اونجایی که من میدونم اینها آزاد شدن. حالا چرا میگم تا اونجایی که من میدونم؟ وقتی خبر از ایران میاد و پخش میشه خیلی نمیشه بهش استناد کنی، چون به قول یکی از دوستان من از ایران میگه آقا 3 روز خود دستگاه‌های مدیای ایران اعلام کردند که عراق، نه طنز نه، عراق اون به اصطلاح قلب ریاکتور رو در آوردن و به جاش سیمان و بتون ریختن. ببخشید من یه جرعه آب بنوشم. بله، بعد خودشون تکذیب کردن. در اصل ممنونم و ممنونم از علی شیرازی عزیز که این خبرها رو خیلی زود برای ما فرستاد. و اما آقای مهدی خانبابا تهرانی معرف حضورتون هستن، ایشون گفته دوستان عزیز در لینک زیر متنیست که چامسکی و توتو در مورد درگیری ایران و عربستان منتشر کرده و خواهان امضای آن و تهیه توماری در این رابطه گردیدن. من خودم با وجود که خیلی از تومارها را امضا میکنم، همین پتیشن، همیشه گفتم آیا اینها کاری هم انجام دادن تا کنون، یا فقط ما خوشحالیم که اونها تومار مینویسن ما هم امضا میکنیم تا بریم سراغ تومار بعدی. اگر کسی توماری رو میدونه، یادش هست، میشناسه که این با امضا شدن کاری رو انجام داد، لطف کنید به ما بگید. و اما یکی از دوستانی که اون روز من تا گفتم اون ماجرای مدرسه دارالفنون ایشون لطف کرد و $100 فرستاد و اینها، امروز پرسید که $100 رسید. براش نوشتم والا شما انقدر به تلویزیون مردم کمک میکنید که من گاهی وقتا گیج میشم این برای چیه اون برای چیه. ولی بذارید یه چیزی رو اون روز گفتم در رابطه با آقای منوچه و اون $40 که کمک کرده بود، امروز بگم در رابطه با این $100. من امروز صبح زود نسبتاً رفته بودم بیرون و رفتم اینجا بهش میگن مال، این بازارهایی که داخل سقف و اینها بهش میگن مال، و حقیقتاً بعضی ها میگن این کپی بازارهای ایران و بازارهای شرقه که اینجا زدن که روز بارونی سرد گرم شما میتونید داخلش باشی و مثل بازارهای یا شاپینگ سنتر اینجا بهش میگن نیست که شما ماشینت رو که پارک میکنی بعد با از این مغازه میخوای بری اون مغازه باید توی بارون برف اینا بری، اینا همه مغازه‌ها یه جاست، شما یه بار از ماشین میری داخل دیگه همه میدونید مال چیه، توی ایران هم گویا هست. وقتی که رفتم اونجا دیدم یه بچه‌ای درست همین تا از پله وارد میشی میری پایین، اینا بلدن چیکار کنن، اسباب بازی گذاشتن اونجا که بچه‌ای که حالا از ماشین آمده نجات پیدا کرده تا رسید اونجا به مادرش بگه من میخوام بازی کنم. یه بچه‌ای داشت یه کمی نغنغ میکرد، کم مونده بود زار بزنه. این مادرش بنده خدا هی داشت این پول رو میکرد توی این دستگاه که این دستگاه شروع کنه بازی کنه. حالا چیه، یه ماشینی گذاشتن شما میری توش میشینی اینجوری میکنه، یا یه اسبی روش نشسته اینجوری میکنه، یه چیز دستگاه برقیه هرچی. و من دیدم هی این خانمه این دست پولو میکنه داخل این پولا اگر یکم چروک باشه یکمی دستگاه نخونه نمیفهمه که این پوله، فکر میکنه شما کاغذ کردی داخلش، هی میزنه بیرون اینها. و من دست کردم تو جیبم ببینم اگه پول خورد داریم،
دارم بریزم و مثلا حالا اون یه دلاری رو از این خانم بگیرم به جای یه دلار بدم. و بهش گفتم که I have change، گفتم که من پول خرد دارم، بذار با پول خرد، چون دستگاه دو رقمه، یکی دلاری بدی نوت. چرا بهش گفتیم نوت؟ تو ایران تو شیراز میگفتیم نوت، فکر کنم نوت هست، کلمه نوت اومده اونجا شده نوت، یا اسکناس، به ایرانی میگیم اسکناس، به اون پولا میگیم سکه. خلاصه من دست کردم اینو ریختم، بعدم که این خاص گفتم، دیدم بچه اینقدر خوشحال شد و هی مادرش هم گفت حالا چی میگی به ایشون، هی میگفت تانکیو تانکیو تانکیو، سه بار تشکر کرد و هی داشت اینجوری اینجوری. حالا این ماشین هم هیچ کاری نمیکرد، فقط هی بالا پایین میشد. من خانمه که گفت این پول، گفتم دونوری بردید، یعنی نگرانش نباش. رفتم و فکر کردم یه دلار، این خانمه محتاج من نبود، همونجوری که من معتاد شما نیستم. اون بچه اصلا منو نمیشناخت، همینجوری که من اگه این دوستمون عکسش رو نفرستاده بود که روزای یه شنبم کار میکنه، اگه تو خیابون میدیدمش، اگه میرفتم لس آنجلس، اگه میرفتم تو اون منطقه گلندل اونجا میدیدمش، نمیشناختمش. ولی این یه دلار این بچه رو خوشحال کرد، مادره رو خوشحال کرد که فعلا نقنق بچه آروم شده، چون ببینید چه زندگی میشد اگر این بچه حالا بازی نکنه. روز روزونش که اینا میلشونه کشیدن بچه ها و بردنشون کار حضرت فیله، حالا اگه میلشون هم نباشه که دیگه هیچ. در هر صورت دوستان، بعضی وقتا با یه دلار، با ده دلار، با پنج دلار، با پنجاه دلار، با یه کلام خوب، اگر میتونیم یه نفر رو خوشحال کنیم، این کار رو انجام بدیم. این معنیش این نیست که فوری بگی خب سوربی اگه اینجوری تو چرا ایراد میگیری از شاه، وصلش کنی به او. اصلا این ربطی به او نداره. به قلمی، به درمی، به کلامی، این خوشحال کردن با این که یه چیز حقیقت گفتن، حتی اگر به نظر من این حقیقت باشه و نظر شما، حقیقت شما با من فرق کنه، اون فرق میکنه با این موضوع. در رابطه با اینکه موضوعات فرق میکنه، من امروز به این دوستم آقای مامتی، من نمیدونم اسم شما چی بوده که شده مونتی، چون ما اینجا مرتضا داریم میشه مورتی، ولی مامتی نمیدونم چیه. وقتی که ایشون برای من اینو نوشت که الان به شما نشون میدم، من به خودم، یادتون اون شعره میگو به خودم هی زدم از اینجا برو، اما موش خورده شناسنامه من، فرهاد میخون، به خودم هی زدم که ما چقدر بعضی وقتا یه چیزی رو که درست یا من نمیگم یا درست اون دوستمون متوجه نمیشه، باعث میشه مایی که همراه هستیم اینجوری جدا بشیم، یا از روی یه صفحه روی یه مکان یه جا بودن جدا بشیم. ببین آقای مونتی فاطمی عزیز، من اصلا راجع به این که اینجا پلیس چه جوری میگیره، چه کار میکنه، کی قوه قضایی است، کی قوه اجرایی است صحبت نکردم. نازنین من، من گفتم کجای دنیا پلیس یه ماشین داره برای قاچاقچی، یه ماشین داره برای مثلا خانومی که جرم میکنه، یه ماشین داره برای شاعر که جرم میکنه، یه ماشین داره برای دانشمند که جرم میکنه اونو ببره زندان. آقا من الان چند تا عکس پلیس، ماشین پلیس رو بهتون نشون میدم، همه تونم تو هر شهری، تو هر چیزی که هستید اینا رو نگاه کنید. این پلیس یک، بفرمایید، اونی که خانم هیلا، من هم میگم هیلدا، این هیلا هست، مثل که هیلا، پرسیدم صدیقی درسته یا صدیقی، گفتن هر دوش درسته، ولی این کلمه صدیقی از صداقت میاد. در هر صورت ببین آقای مونتی عزیز، این اینجا به چند زبون چاینیز نوشته و اینها. تازه حالا براتون یه چی بگم، این روزا تاکسی ها که شما سوار میشی، البته به صورت میله آنی نیست، ولی به صورت شیشه های ضد گلوله است. شما اینجا که نشستی اصلا نفست میگیره. خب حالا بذارید من عکسای بعدی رو بهتون نشون بدم. این پلیس شماره یک، پلیس شماره دو. آقای مونتی، من نمیدونم اینو آمریکا برای
قاتلا و مواد مخدر و اینها درست کرده یا مهم نیست. شما اگر حکم جلب آمده باشه وقتی شما یا من رو میگیرن میندازن اینجا، میبینی حتی بین این ور و اون یکی این شیشه رو گذاشته که اگه من با پسر عموم نشستم اینجا نتونیم کلید اون دستبند رو به هم رد کنیم، نتونیم دوتامون یک کاری انجام بدیم که مثلا اینو ببینی حتی بین این زندانی و اون زندانی این شیشه است. بعد زندانی که میشینه اینجا، اینجا میله آهنی گذاشتن که نتونه با سرش بزنه این شیشه رو بشکنه، نتونه به خودش صدمه بزنه که اگه کسی بخواد صدمه بزنه صدمه میزنه. در هر صورت حالا براتون بعد میخونم، شما ببینید که اصلا اون منتی کجاست، من کجا، من چی گفتم، ایشون چی تعبیر کرده. ببین عزیز من، این عکس ها رو من زده بودم، عکس های پلیس، ماشین پلیس آمریکا، اون قسمتش که برای بازداشت و اینها هست. ببین اگه اینجوری باشه، ببین این بچه هست آقای مانتی، این بچه هست، میبینی اینجا رو در نوشته پلیس، اینجا بچه رو با اون کارسیتش آوردن گذاشتن اینجا. چرا؟ چون مادرش مثلا یه خلافی کرده، میخوان مادر رو ببرن زندان، بچه رو میخوان همراهش ببرن، زنگ نمیزنن بگن یه تاکسی بیاد بچه رو ببره. تو همون ماشین پلیس که مثل قفسه که خانم هیلا صدیقی یا صدیقی هرچی به درستی گفته، این بچه رو میذارن. پلیس هم میبینی یه نوع بریک داره، یه نوع هندکاف اینجا بهش میگن، اینو به دست یه دختر جوونی که مست کرده شب میزنن، به دست یه جانی 300 پوندی 400 پوندی هم میزنن. اصلا این چیزی که من گفتم با این چیزی که شما نوشتی رابطش چیه؟ بیا اینجا یه بار دیگه بهتون بدم، ببینید که کشور آمریکا، آقا من با این کارم نمیخوام خدای نکرده آخوندار و معاف چی میگن موجه قرار بدم از کاری که انجام میدم. ببین این دوتا بچه تو قسمت عقب تازه لطف کرده این پلیسه، چون این دختر خانم کوچولو بوده و اینا، فعلا آوردتش این جلو تا حالا معلوم بشه یه صندلی براش بیارن یا یه چیزی بذارش این ور. و میبینی این قسمت راننده است، این اینجا این چی بهش میگن آفتابگیر، این قسمت راننده است، این فعلا نشسته اینجا ولی سیت بلتش هم بسته تا تکلیفشون معلوم بشه. ولی این بچه ها میبینی مثل میمون باغوش در قفسن. آقای مونتی عزیز، شما ممکنه شعرهای خانم هیلا صدیقی رو دوست داشته باشید، ممکنه قیافه زیبای ایشون رو دوست داشته باشید، ولی این کجا اون صحبتی رو که من کردم به اصطلاح بیادت بخونین، اصلا گریهش میگیره آدم که چرا ما اینجوری از هم. بله بذارید اینجا براتون بخون، خدا زبونم بعض وقتا بند میاد، میدونم حتما حالا مونتی یا حالا یا بعدن که برنامه رو نگاه میکنه خودش هم خندش میگیره که آقا من چه کار به این چیزا دارم که این شاعره، یا مثل فیلم شهر قصه بودا، من نوشتم نظر شما درباره این شاعران و روشنفکران چیست؟ شما چرا میای از من سوال میکنید که آیا به نظر شما و این خانم که نمیدونم شعر گفته با اون آقا که اسلحه فروخته یکیست؟ آخه شما ویدیو رو نگاه کردی؟ شما سوال من متوجه شدی؟ خب سعید سلطانپور خودش مجری برنامه است، فعال سیاسی، یا آقای هست که میگه اینقدر مشکلات کانادا با ما ایرانی ها زیاده که من وقت نمی کنم به فکر مشکلات ایران در ایران باشم و من تنها کاری که میتونم بکنم فعلا یه قدم کوچیک اینجا بردارم. ایشون نوشته چی؟ نوشته آقای سوربی، من از شعر و هنر زیاد نمیدانم، صلاحیت نظر در مورد خود شعر را هم ندارم، ولی یک نکته قابل ملاحظه است که این شعرهای منتقد داخل کشور هم شهامتشان کشور هم شهامتشان و هم اثرشان تک نفره از مجموع اپوزیسیون وابسته به بیگانگان مانند رجوی و رضا پهلوی در داخل کشور بیشتر است.
من همینجا با آقای سعید سلطانپور مخالفم. براش نوشتم آقا شما ویدیو رو نگاه کردی اینو نوشتی؟ خیلی قشنگ جواب داد نه، من فقط به تیترش جواب دادم. اشکال ما همینه. ببین دوستی که تحلیل میکنه مشکلات من و شما رو در خارج از ایران، بدون شاید من باید از این به بعد بنویسم لطفاً اول ویدیو رو تماشا کنید بعدن نظرتون رو بفرمایید. خب اون دوستمون آقای مونتی فاطمی، این دوستمون آقای سعید سلطانپور، دوستان فکر میکنید من و شما به جایی میرسیم با این اوضاع و احوال؟ بریم پایین تر. چه کار کرده آقای سلطانپور؟ این دوستان در ایران چه کار کردن؟ خب بیاین باز ببینیم چی نوشته. من نوشتم بله موافقم، ولی سوال اینه که اینها با شعرشون و با حرکاتشون چه کار کردن برای ایران و ایرانی ها؟ هیچ. خودم هم جواب دادم. آقای سلطانپور باز پاسخ داده، شعر مقاومت علیه حاکمیت مخصوصا در دورانی که روزنامه و اینترنت نبوده سینه به سینه نقل. میبینید ما همه انشا می‌نویسیم، ما همه یاد گرفتیم توی کلاس‌های انشا بنویسیم از یه خط که خیلی همون اولش هممون باور داشتیم پول بهتر از دانشه، ثروت بهتر از دانشه. بیایم دو صفحه دروغ بنویسیم نه خیر آقا دانش بهتر از ثروته. ایشون داره انشا می‌نویسه. آقای سلطانپور داره به من میگه که فردوسی با اون شعراش اینجوری کرد، فرخی یزدی اونجوری کرد. چه کردند؟ آقا کدوم شعری گفته شد که یه دفعه یه حکومتی به خاطر اون شعر پایین ریخته شد؟ نشون بدید، بیاین بگید. ولی پسر عموی خودم نوشته آقا کدام روشن فکر. درست میگه. آقای علی مددخانی گفته به غیر از هیلا صدیقی، این فیسبوک هم خدا ذلیلش کنه، اینجوری میکنی یه چیزی میاد، اینجوری میکنی یه چیزی میاد، باید یواش بیای. وقتا میگفت آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه. آقای علی مددخانی نوشته به غیر از هیلا صدیقی و محمد رضا عالی پیام تعداد زیادی شاعر در زندان اوین هستند و این جای بسی تأسفه. حتی شاعران اجازه انتقاد ندارند و حکومت از شاعران هم احساس خطر می کند. ببین آقای سلطانپور چقدر قشنگی آقای مددخانی گفته. چجوریه که اونها تو زندانن؟ ولی ببین خانم شهناز خزائی گفته که اینها مردم را حالو فرض کردن. حالا میان پایین تر. آقای مجید افراخته نوشته داستان چوپان دروغگو شده. وقتی دروغ قاعده کار پوزیسیون و اپوزیسیون می شود چنین است. به همین خاطر است که من حرف را ارزیابی می کنم و نگوینده را. به قول علی که گفت لقمه خوب اگر از دهن سگ هم افتاد نجس نیست، من نه به علی نه به سگ و نه به حلال و حرام معتقدم، ولی حرف درست است. البته من خداییش متوجه نشدم بازم نظر شما چیه درباره این روشنفکران اینا. دوستان از فیسبوک تلویزیون مردم دیدن کنید. امروز هم ما اینجا یواشکی نوشتیم که این رو وقتا تلویزیون تپش میگفت، همه تپش نگاه میکنن شما چطور. ما نوشتیم که ببینید اینو میگم تکون میخوری یه چیز دیگه میاد روش، ای مردشور این فیسبوک ببره. باز اینجا ما نوشتیم نظر شما درباره این شاعران و روشنفکران چیست. اولا 517 نفر آمدن نگاه کردن. بعد این آقای تیم آدم یا تیم آدم اونجا که بود میگم منم اولش چی بودم بعدن آدم شدم، نوشته که بعضی از ایرانی‌های ناموفق و گمنام در جامعه غربی برای اینکه مشهور بشوند، اولش فکر کردم راجع به من داره میگه، سفر کوتاهی به ایران میکنن و توسط حکومت آخوندی احمق چند روزی بازداشت یا روانه زندان میشوند و به خرج دولت چند روزی در زندان میخورند و میخوابند و بعد خوشحال برمیگردند به کشورهای غربی و مشهور میشوند. حکومت نادان ایران یک آدم معمولی را چند روزه مشهور می کند. غربی ها برای نام و پیدا کردن شهرت چندین سال زحمت می کشند، چیزی اختراع می کنند و یا کتاب علمی مهمی می نویسند، ولی
ایرانی راه چند ساله را یک شبه طی می کند، می رود ایران، با خرج دولت نادان ایران شهرت پیدا می کند، ژست و قیافه پیدا می کند. ژست و قیافه این خانم محترم ایرانی به همه شغل ها می خوره به غیر از سیاست. و اما این پایین تر آقای سهراب چمنارا که ممنونم از ایشون لطف کردن و نوشتن تعداد ایرانیان از جان گذشته که در داخل ایران با نوشتار و گفتارشان مثل هیلا است، به عدالتی رژیم را به گوش 5 میلیون ایرانی آسوده در خارج از کشور میرسانند رو به رشد است. این بانو هم بعد از خاموشی سیمین بهبهانی میتواند شهبانوی شعر فارسی در ایران باشد. دوباره چی؟ دوباره یعنی ایشون هم ویدیو رو نگاه نکرده آقای چمنارا، یا اگه نگاه نکرده متوجه نیست من پرسشم چیه، فقط داره نظر خودش رو میگه. شما میتونید یه جایی نظر خودتون رو بگید، ولی اگه کسی پرسش کرده باید برای احترام به اون، برای احترام به بینندهای تلویزیون، اون پرسش رو پاسخ بدید. ما از حالا خانم فهیمه فروزش ایشون لطف کردن خیلی قشنگ توضیح دادن، این میشه بگی جواب. البته متاسفانه به انگلیسی نوشتن، حالا من براتون میگم. نوشتن که for some a platform of opposition is a career، میگن که برای بعضی ها این سکوی مخالف بودن شده یه شغلی. بعد میگه که باز با وجودی که من این رو گفتم، but having said that she is an amazing orator، میگه که با وجودی که من این رو گفتم این خانم بسیار سخنران خوبی است، بسیار زیباروست و خیلی هم این رو خوب دکلمه میکنه. because she knows that this is what people love to hear، میگه برای که این میدونه مردم چی دوست دارن. خب خانم فهیمه عزیز نازنین، این که شما داری حرف من رو میزنی و از این بابت ازت ممنونم. اولا یه عده‌ای این شغل مخالف بودن شده براشون شغل، نون و آب در میارن ازش. دوما شما میگید ایشون خوب شعر میخونه. اگر عذر میخوام اجازه بدید من قبل از برنامه اشتباه کردم، یه شیرینی خوردم که با خورما بوده. دوستان رنگینک میدونید چیه؟ رنگینک شیرازی، خوزستانی هم مثل که درست میکنن. در هر صورت خورما هست، داخلش گردو میذارن، روش روغن و آرد و بو میدن میریزن، روش هم دوباره گردو و پسته میپاشن. آخ چه شود، بخور مثل سوربی توپل شد. در هر صورت خانم لیلا میلانی که خیلی وقت ازش خبر نداریم، قبلا گاهی وقت تو برنامه ها میمدن، زنگ میزدن، صحبت میکردن، نوشته روشن فکری یا روشن فکران. این ضعیفه هر مرتبه که به ایران برمیگرده طناب اعدام بالای سرش آویزان هست. این چطور روشن فکری هست که از این تهدید لذت میبره؟ پس باید گفت این اولیا مخدره هیلا خانم باید یک نارسیست باشه. این هم گفته دوستمون خانم میلانی. و اما این خانم شهریار یغمایی گفته این خانم و یغما گلرویی یا گلرویی سوپاپ اطمینان هستند. من بعید میدانم که این خانم خودش شعر بگه، حد میزنم یکی دیگه شعر میگه و این میخونه و داره نون خوشگلیش رو میخوره. خب آقای سهراب چمنارا آمدن یکی از شاهکارهای هیلدا صدیقی یا هیلا صدیقی رو برای ما گذاشتن اینجا، ممنونم. ولی من نوشته مونتی رو نمیتونم پیدا کنم. اینم دوستانی که میگید آقا نوشته من رو برداشتی، ترسو، نمیدونم دیکتاتور فلان. ببین دوست عزیز، بعضی وقتا این فیسبوک این کامنت ها رو، کامنتی که من خودم آماده کردم امروز بخونم، البته بعد چون با آقای افشارا قرار گذاشته بودم یه مقدار، این خیلی بده. وقتی ما امید اینو داریم که با یک کسی مصاحبه میکنیم و ما حقیقتا اینجا نقش شنونده رو داریم، یه دفعه یه اشکالی پیش میاد، اون بنده خدا یه نمیتونه بیاد یا ارتباطمون برقرار نمیشه،
بعد ما اینجا کم میاریم. الحمدلله من به خاطر تجربه‌ای که دارم همیشه انقدر چی میذارم که اگه شما سه روزم واقعا منو اینجا اسیر کنین، نگه دارید، میتونم براتون برنامه اجرا کنم، ولی بازم اونی که میخوام نیست. برگردم ببینم آقای مامتی فاطمی رو من کجا نوشتش رو قایم کرده این فیسبوک از دست من و ببینم چی میشه. آهان اینجاست، view one more comment. خب این آقای سعید سلطانپور بود، آقای شاد مونتی برداشته نوشته شد، چون بعدا ممکنه متوجه شده باشه، ولی آقای مونتی اصلا ناراحت نباش، من فکر کنم نوشته تو با ایمیل برای خودم فرستادم. اینم باز از تجربه میاد که اگر من پایه و اساس برنامه‌ام رو گذاشتم بر روی یک موضوعی، اون موضوع دیگه حالا at the mercy of you نباشه که بتونی برش داری، بتونم خودم چیز کنم. آها ببین اینها نوشتم، آقای مونتی فاطمی 19 hours ago، یعنی 19 ساعت قبل اون موقع که من اینو گذاشتم اینجا. ببینید چقدر قشنگ این سوربی واقعا چقدر مرتبه. اگه کسی میخواد منیجری استخدام کنه میتونه مایی 5,000-6,000 دلار اقلا بده که خرج ماشین و رفت آمد ما بشه توی منطقه ویرجینیا، من حاضرم براش کار کنم. مونتی فاطمی گفته که آقای سوربی، آیا شما فرق یک متهم قاچاقچی، قاتل و جنایتکار فراری و یا دزدی که از فروشگاهی دزدی کرده با یک شاعر، نویسنده یا روزنامه نگاری که یا شعری گفته است علت زندانی بودن محمد رضا عالی پیام را نمی دانید؟ کجا و کی در آمریکا و یک کشورهای اروپایی یک فرد را بخواد؟ ببین همینجاست که شما به اشتباه میری. من میگم وقتی یک کسی را دستگیر می کنن برای اون پلیس فرقی نداره که این سوربی باشه که چاقوکش نیست یا اون فلانی چاقوکش، اون باید جیباشو بگرده، اون باید مطمئن باشه، باید آماده باشه، 4 نفر میریزن دور سوربی که نتونه تکون بخوره. آقای مونتی فاطمی این نوشته شما با اون سوال من چه ربطی داره قربون شکلت؟ اقلا ویدیو رو نگاه میکردی، نه خودتو اذیت میکردی نه من. و ای داد بر ما دوستان، این منم که تو آمریکا زندگی میکنم، این مونتیه که تو اروپا زندگی میکنه، اون دوست دیگه‌مون که تو کانادا زندگی میکنه، اون آقای سهراب چمن‌آراست که تو آمریکا زندگی میکنه، نمیایم ببینیم آقا این چرا داره سوال میکنه؟ بریم ویدیو رو نگاه کنیم. من از شما امروز سوال میکنم آقای مونتی، که شما میدونی با یک رژیم خونخوار، تجاوزکار، دزد، هر چیزی که بگی طرفی، آیا شما انتظار داری که اینا شما رو سوار لیموزین کنن چون شاعر هستی؟ سوال من این بوده، اگر شاعری انقدر بیشعوره، این شاعر برای عمه من خوبه که مرده. شما بیا به من بگو بله من انتظار دارم شاعر باشم، برم خارج، برگردم وقتی میام تو فرودگاه یه نفر بگه خانم هیلا این حکم بازداشت شماست، ولی الان ما فقط ماشینایی رو داریم که زندانیای معمولی رو میبریم، مجرمین رو میبریم، ولی شما او تافته جدا بافته هستی، شما اینجا وایسا. الو او پرژن لیموزین، اوکی لطفاً یه لیموزین درست حسابی بفرستید بیاد برای خانم صدیقی، من پولشم از جیب خودم میدم. شما اینو میگی؟ همچین چیزی تو انگلستان هست؟ همچین چیزی تو اروپا هست؟ همچین چیزی تو آمریکا هست؟ اگه نیست از اون احمقا شما چرا سراغ دارید همچین چیزی بذارن؟ اگه انتظار ندارید چرا شاعرتون همچین انتظاری داره؟ این شاعرها رو باید یه جریمه میدونی بی خود نیست بهشون بلدختا میگن حرف نزنی، جریمه شما اینه که حرف نزنی، شعر نگی. به خدا باید بازشون خواهش کنیم آقا ما از این شعرهایی که شما گفتید، خانم ما از این شعرهایی که شما گفتید انقدر فهممون زیاد شده، این مغزمون داره فشار میاره به این پوست استخون سرمون، به جمجممون، یه مقداری نگید شعر، یه مقداری بذارید مغز ما اینا رو درک کنه.
عزیز من آقای سلطانپور، کدوم شعری رو گفتن که باعث شد یه انقلابی بشه؟ یه شعری رو گفتن، گرفتن، انداختن زندان، طرف آمد به یه نون آبار چیزی رسید، یا یه شعری رو گفتن این بدبخت فکر کرد که شیخ علی چوپان هم یک دهیه یا یه شعریه، دوباره یه شعری بدتری گفت، دوباره گرفتنش، تجاوز بهش کردن، شکنجهش کردن، آخرم کشتنش، اعدامش کردن، رفتن زبونشو بریدن الی آخر. بیان بگید، نگید من وقت ندارم. عذر میخوام این حرفو میزنم، اگه شما وقت نداری یه ویدیوی نگاه نکنی نظر نده. ممنونم ازت، مرسی. خلاصه یک ذره انصاف بد چیزی نیست که فقط یک بزهکار و یک فرد سیاسی را که فرق یک بزهکار و یک فرد سیاسی را به خاطر آزاد اندیشی بدانی. با احترام، به خدا اگر روم میشد گریه کنم، یه چی میگفتن واحد گریه کردن چیه؟ چند قطره اشک ریختن، یک دریا گریه میکردم. وقتی که آقای مونتی فاطمی آمده یه همچین چیزی گفته، من میگم آقا نظرت چیه؟ شما بگو که به نظر من این آخوندا باید یه سری ماشینای چیز بذارن برای چاقوکشا و معتادا، یه ماشین دیگه بذارن برای سربی و دبیر مبیرا، یه ماشین دیگه بذارن برای شاعرا، و چقدر خوب میشه. بعد خودمون عکساشون پخش میکنیم، میگیم نگاه کنید پدرسوخته‌ها 5 رقم ماشین فقط زندان دارن، یکیش برای چاقوکشا، یکیش برای اینا، یکیش برای اونا. آقا برو ببین تو آمریکا چه به سر این زندانیا میارن، خانومه دختره رو چجوری چند نفر میگیرن میچلونن پشارش میدن تو ماشین، وقتی هم میرسه اونجا مرده. همین الان که با شما صحبت میکنم 6 تا پلیس بالتیمور ببین یه جوان آمریکایی رو چجوری کشتن. اون وقت شما انصاف داری، من بی انصافم؟ ای زهی به این انصاف شما، واقعا کارمون خیلی خرابه. مشکل شما نیست یا، مشکل اینه که کارمون خیلی خرابه. بله. آها اینم یه تلفنی من ببینم این کی بود تلفن زده بود، گوش بدیم ببینیم چی میگه. من چرا گذاشتمش داخل این، اصلا چه ربطی با این برنامه داره؟ بزنیم. Hi, this is Allie calling because we noticed that your business qualifies for a small business loan of up to $250,000. Whether you have good or bad credit. دیگه چه احتیاجی به شما دارم؟ طرف ندیده نشناخته زنگ میزنه میگه ما میخوایم 250,000 دلار بهت بدیم. جالبتر اینه، اگه انگلیسی بلدی دوباره دقت کنی، میگه مهم نیست اعتبارت خوب باشه یا بد باشه، ما میخوایم بدیم. دوستان گول این پیام ها رو نخورید، گول این نامه‌ای که میاد شما 60,000 دلار چک دارید و فلان اینا نخورید. هیچ پولی بدون زحمت گیر نمیاد. بذارم دوباره اتون گوش بدید. بفهم. Hi, this is Allie calling because we noticed that your business qualifies for a small business loan of up to $250,000. Whether you have good or bad credit. Whether you have good or bad credit. یعنی مهم نیست شما چه اعتبارت خوب باشه چه بد باشه. ما نوتیس کردن، یعنی متوجه شدیم که بیزینس شما 250,000 دلار میتونیم. اصلا خود این ماجرا شروعش دروغه. تا از کجا بیزینس من میشناسی؟ بیزینسی که میاد میگه آقا یه دلار بده تا من برم یه دلار رو بندازم تو این صندوق، آقا منو چه 10 دلار بده تا ما آبجو که میخوریم 10 دلار اضافه تر انعام بدیم یکی خوشحال بشه، تو پدر سوخته میخوای 250,000 دلار به من وام بدی؟ بله. برگزار کننده رقص خیابانی در رشت زندانی شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، متهم برگزاری رقص مختلط در رشت بازداشت شد. این گروه تئاتر با اجرای حرکات رقص گیلانی با لباس محلی در خیابان علم الهدا رشت به صورت مختلط با اعضای گروه نمایش شامل 2 پسر و 2 دختر به رقص پرداخته بودند که این کار واکنش های زیادی را به همراه داشت. شنیده ها حاکیست خبر این رقص در رسانه های فارسی زبان خارجی هم منعکس شده بود. مدعی العموم گیلان، دادستان میگه مدعی العموم، مدعی اصلا نمیتونیم بگیم، دادستان گیلان روز گذشته مسئول سازمان فرهنگی هنری شهرداری رشت را احضار و بازداشت کرد.
مسئول فرهنگ هنری رو بازداشت کرده. آخه دادستان باید بیاد حق مردم رو از اون مجرم یا متهم بگیره. اینجا چه حقی از مردم سلب شده؟ کسی اینا رو میتونه توضیح بده یا بفهمه؟ بذارید اینو آقای ماسالی فرستاده. ضمناً امروز من یه ویدیوی دارم از آقای ماسالی که با آقای بیژن فرهودی مصاحبه کردن. اون روز چون خود ایشون مهمون برنامه ما بود نگذاشتیم، ولی امروز اون ویدیو هم در برنامه ها پخش میشه. یعنی ما که 6 تا برنامه داریم پخش میشه و تکرار میشه. برنامه سوربی هست، کانون آوا هست، آقای مینویی هست، آقای شبستری هست، آقای ارشاد هست، آقای اجلالی هست، حالا میشه 7 تا برنامه. آقای ماسالی هم تا جمعه پخش میشه. شنیدن داستان خانواده مصدق و سرنوشت دخترش مرا بسیار اندوهگین کرد. چنین حقایقی بیانگر آن است که ما به اصطلاح پیروان و طرفداران مصدق دروغ میگوییم و از نظر فرهنگی سقوط کرده ایم. ما میراثدار نیستیم، بلکه فرصت طلبانه میراث خواری میکنیم، خصوصا آنهایی که به نام مصدق به مقام و نان و نوایی رسیدند اما انسان دوستی و خصلت انسانیت را از دست دادند. ما قبل از اینکه ادعا کنیم می‌خواهیم مردم ایران را نجات دهیم، باید خودمان را از این منجلاب فرهنگی نجات دهیم. دکتر حسن ماسالی. من این رو می‌دونم که این دختر به اصطلاح مصدق گویا توی یک مرکز توانبخشی وقتا برای اعتیاد و اینا استفاده می‌کردن. نه درصد بذار من این مقاله رو اینجا نوشته براتون بخونم. و آقای ماسالی کاملا درست میگه. ایرانی ها حتی همون موقع هم که دوره شاه و مصدق بوده نشون دادن که بابا آدم های وفاداری نیستن. صبح میگن مصدق، عصر میگن شاه، بستگی داره کی کجا چه پولی چه شربتی چه نمیدونم ساندویجی بهشون بده. سرگذشت خانواده دکتر مصدق، این چیزیه که آقای ماسالی لینکش رو فرستاده بود. دکتر محمد مصدق 2 پسر و 3 دختر داشت. 2 تا از دخترها ازدواج کردند که یکی همسر دکتر احمد متین دفتری شد که در حادثه هوایی ایران ایر نزدیک تهران در بهمن 1358 پرواز مشهد تهران در لشکرک از بین رفت. دومی ضیا اشرف که با خانواده معروف ازدواج کرد و سومی خدیجه است. فرزندان ذکور دکتر مصدق غلام حسین و احمد بودند که غلام حسین متخصص زنان بود و احمد تا معاونت راه رسید. و اما سرگذشت خدیجه که پس از کودتای 28 مرداد دچار بیماری روحی شدید شد. دکتر مصدق تا واپسین دم حیات نگران خدیجه بود و به بچه‌های خود توصیه کرد که مواظب وی باشند. تا موقعی که دکتر غلام حسین و احمد پسران وی حیات داشتند مواظب او بودند و هزینه درمان را او را تامین می‌کردند. ولی اکنون دختر مصدق فرزند نخست وزیر ملی و قهرمان ایران تنها و فرسوده و فقیر در گوشه یکی از آسایشگاه‌های دولتی سوئیس در میان عده‌ای بیماران روانی با هزینه دولت سوئیس به سر می‌برد. زهی تأسف. یکی از ایرانیان که با دختر دکتر مصدق دیدار کرده بود در نامه‌ای می‌نویسد: به نام یک ایرانی دلسوخته که از این آسایشگاه بازدید کرده و از نزدیک با خدیجه به گفتگو نشسته است، به شرح این دیدار میپردازم. در جستجو برای رافتن خاطرات. من آقای ماسالی یه بار اینو خوندم، بعد دوستان گفتن این مقاله کهنه است و ایشون فوت کرده. اگر کسی میدونه اطلاع بده. ضمناً حالا یه چیزی من به شما بگم. حالا اگه مردم قد شناس بودن برای این دختر خانم باید چه کار میکردن؟ ماکزیمومش باید یه جایی رو میگرفتن، یه پرستاری هم میگرفتن که دیگه از سوئیس بهتر، آسایشگاه سوئیس بهتر که دیگه نمیشه که. بابا اون اشرف که اینقدر پول داشت و اینا چجوری مرد؟ وضعش رو ببینید، عکساش رو ببینید. گاهی وقتا ما این احساساتی بودنم یه مقداری به ضررمون تموم میشه. دوستان اینقدر من مقاله و عکس و اینها جمع کردم، باور کنید
جناب سوربی، دوستانی را که از مبلغین جمهوری اسلامی دفاع میکنن لطفاً ناراحت نفرمایید. من متوجه نیستم آقای مصطفی زاده شما در چه رابطه ای دارید اینو میگید. چشم. در ساعت 3:59 است. امروز آقای مینویی ساعت 6:30 برنامه دارن. این برنامه ها رو ما ضبط میکنیم، در یوتیوب میذاریم، در تلویزیون مردم هر روز پخش میکنیم و شما میتونید با شماره تلفنی که زیر برنامه ایشون هست باهاشون تماس بگیرید، با ایمیل خودشون از طریق وبسایت parvizminui.net تماس بگیرید و ایشون بهتون پاسخ میده، یا حتی در برنامه ایشون مهمون باشید و باهاشون صحبت کنید. و اما این هم رشت زندانی شدن و اونو ببینیم که دیگه چی داریم براتون. ببینم که چی گذاشتم. آهان، فراخان یعنی حفظ رژیم ولایت فقیه. این خانم نزهت یحیی‌زاده، به خدا اون خانم فیروزه که گفته، فهیمه که گفته بود بعضی از این اپوزیسیون ها براشون شده یه شغلی، یکی از اونها این خانمه. این خانم فکر کنم تو آلمان باشه. هر کسی هر کاری میکنه تقریبا مثل خود من ازش ایراد میگیره. حالا من جنبشی ندارم، من طرفدار رژیم پادشاهی یا طرفدار مصدق یا فلان نیستم. اگه بودم به جای اینکه بشینم نق بزنم به مانتی فاطمی، به آقای نمیدونم سعید سلطانپور، به آقای سهراب چمنارا، به این به اون، میرفتم با اون روشی که بلدم 4 نفر دور خودم جمع میکردم که اونم نشون دادم بلد نیستم. اگه بلد بودم چند نفر جمع میکردم تلویزیون مردم رو حمایت کنم. ولی خب خانم، شما که اینو میگی، الان اسامی اینها رو گذاشتی که من به همین خاطر روز جمعه برنامه‌ای دارم که این دوستمون بیاد راجع به این صحبت کنه. آقا یعنی چی؟ شما از اینجا یه انتخابات گذاشتی، از اینجا بعد میگید که بیانیه فراخان برای لغو نظارت استصوابی، فراخان برای لغو نظارت استصوابی بر انتخابات اولین گام به سوی انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم ایرانیان، بله ایرانیان آزادی خواه، برای برقراری حاکمیت ملت بر اساس حقوق بشر، برای انتقال بی خشونت حکومت به یک نظام سیاسی. من متوجه نمیشم. یعنی شما میخواین آخوندا بهتون یه انتخابات آزاد بدن، شما شدی آقای رضا پهلوی، میخوای رفراندوم کنی و آخوندا بیان اسم شما رو بندازن توی صندوق؟ گود لک، جمعه با ایشون خواهیم بود. دوستان عزیز، اگر شما هم مایل هستید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، من میگم شما یه تلفن بزنید یا یه تماس بگیرید، همه کارا شما انجام میدیم. اون وقتا توی آمریکا یه تبلیغ بود میگفت اگر شما تلفن دارید، شما وکیل‌هایی هم دارید که کمکتون کنن. منظورش این بود که با یه تلفن شما میتونید وکلایی رو استخدام کنید. الان دیگه میگه if you have a phone or internet، شما هم اگه تلفن دارید یا ایمیل دارید یا اسکایپ دارید یا فیسبوک دارید، تماس بگیرید. با یه تماس میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. برنامه‌ای که از قبل خودتون ضبط میکنید، ویدیوشو میفرستید با ساعتی 20 دلار. بله، ساعتی 20 دلار. به بچت بگی بابا من این 20 دلار میدم برو خونه عمود یه کاغذی بردار بیا، میگی بارو بابا حالا حال ندارم، 20 دلارت هم بنداز جلو. نمیدونم، اگرم برنامه زنده خواستید نرخش از سال 2006 تا حالا یکی هست، استفاده کنید. گفتم بهتون، یه دوستی اون روز میگم من اگر برنده بشم این لاتاری رو، آقای ابوالقاسم صمدانی هم خیلی به من میگفت، عاشق لاتاری بود، میگفت سوربی تو کجا بودی؟ گفتم من همیشه اینجا بودم، شما کجا بودی؟ گفت من اون موقع که پولدار بودم با سلطنت طلبا و تلویزیونای لس آنجلس بودم، پولامو خوردن و بردن و کلا سرم گذاشتن، حالا که بی پول شدم تو رو شناختم. البته گفت نه، اون موقع تو رو میشناختم، از تو بدم میمد، حالا فهمیدم تو درست میگی، اونا دروغ میگن. میگفت اگر برنده بشم یه پول کلونی میدم به تلویزیون شما. گفتم خب که چیکارش کنم؟ به این دوستم گفتم شما چرا حالا دنبال پول کلون میگردی؟ همین امکاناتی که هست اگه فکر میکنی کمه، شما با همین امکانات با مردم تماس برقرار کن. و الا اگه شما نشستی که بلیت لاتاری 1.5 میلیارد شده امروز،
برنده بشی بعدن یه انقلابی انجام بدی، یه جنبشی انجام بدی، چه فرقی داری با آخوندها که نشستن دنیا خراب بشن امام زمان بیاد؟ چه فرقی داری با آقای جورج بوش و مسیحی های بنیادگرا که نشستن دنیا خراب بشه، فاسد بشه همه چیز تا حضرت جیزز عیسی مسیح بیاد؟ شما هم نشستی تا لاتاری بیاد، ولی اونی از عقلش استفاده میکنه که از همین امکانات هر قدر هم کوچیک باشه به نظرش، که کوچیک نیست، شماها فکر میکنید کوچولوه، استفاده میکنه با مردم در تماس باشه. اگه خمینی نشسته بود میگو با نوار ضبط صوت کوچولوه، من نمیتونم به مردم برسم، با پولکوپی و شبنامه کوچولوه، صبر کنید تا کامپیوتر اختراع بشه، صبر کنید تا یه شاعری بیاد شعرهای آزادمنشانه بگه، صبر کنید تا لاتاری برنده بشه، اون وقت وضع ما خیلی بهتر بود. از اینکه با تلویزیون مردم بودید بسیار ممنونم. دوستان اگه میخواین نظر بدید بگید من نظرم راجع به این اینه، کاری به گفته من نداشته باشید، ولی من اگر یه سوالی میکنم میگم نظرتون راجع به این آب چیه، شما بگید آب فیرفکس از آبهایی که توی بطری بهتون میفروشن کمتر باکتری داره و خوبه، بیشتر آب بخور. منم میگم چشم، دوباره میخورم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.